تأخیر در ورود زائران پاکستانی و افغانستانی مسئله ای است که همه ساله رخ می دهد و ده ها هزار نفر از شیعیان این کشورها از رفتن به کربلا تا پیش از اربعین بازمانده و معمولا با تأخیر امکان این سفر را می یابند. اما تا کنون اقدام مثبتی برای حل این معضل انجام نشده است. همکارم در گزارش خود علل این مسئله را مورد بررسی قرار داده که با هم می بینیم. در سال جاری هم زائران پاکستانی و افغانستانی با تأخیر توانستند به کربلا مشرف شوند. ده ها هزار زائر اربعین امام حسین علیه السلام از شیعیان با اخلاص و صبور پاکستان و افغانستان همه سال مشتاقانه آماده می شوند تا خود را به مشایه اربعین امام حسین علیه السلام رسانیده و سپس با حضور در صحن و سرای سالار شهیدان مراتب وفاداری و ارادت خالصانه خود را به سرور و سالار شهیدان ابراز نمایند. اما همه ساله این توفیق برای آنان با تأخیر ممکن می شود. این زائران ناگزیر به عبور از ایران و طی مسیر طولانی تا گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق بوده و بدین لحاظ برای حل این مسئله ناچار به اخذ ویزای دوبار ورود به ایران هستند. اما همه ساله متاسفانه با عدم همکاری و بعضن کارشکنی دولت ایران و سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور در شهرهای مختلف پاکستان و افغانستان زمان اخذ ویزا به درازا کشیده، به گونه ای که بعضن این زائران مشتاق پس از 20 سفر و پایان اربعین امکان این سفر را پیدا می کنند و در بسیاری از موارد هم تعداد زیادی از آنان از راه سپار شدن به این سفر معنوی به دلیل سنگ اندازی های دولت ایران باز می مانند. زائران پاکستانی مسیری 17 روزه را برای شرکت در مراسم بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام با طی کردن کیلومترها راه در کشور خود و سپس فرسنگها راه از طریق خاک ایران به سمت عراق راهی کربلا شده تا توفیق زیارت سرور و سالار شهیدان را به دست آورند. سرکنسول‌های ایران در شهرهای مختلف پاکستان در سال جاری اخذ ویزا را منوط به آن دانستند که زائران پاکستانی پس از ورود به ایران وسیله نقلیه خود را تأمین نمایند و در صورتی که این شرایط را نداشته باشند به آنان ویزا تعلق نخواهد گرفت. در سالهای گذشته هم مشابه این سنگندازی ها از سوی دولت ایران نسبت به زائران پاکستانی به اشکال گوناگون صورت گرفته بود و تعداد زیادی از آنان متاسفانه توفیق تشرف به کربلا را پیدا نکردند. طی روزهای گذشته به گفته مقام‌های محلی پاکستان تعدادی از زائران اربعین پس از بازگردانده شدن از مرز ایران در بزرگراهی در منطقه مکران ایالت بلوچستان و در پی سقوط اتوبوس به یک دره جان خود را از دست دادند. زائران شیعه اهل افغانستان نیز با مشکلات مشابهی از سوی دولت ایران مواجه هستند. از جمله در سال گذشته صدور ویزای دوبار ورود به ایران برای 45,000 زائر به تأخیر افتاد و تا پس از اربعین هم زائران یاد شده در بلا تکلیفی به سر می بردند. در سال جاری نیز خلف وعده کنسولگری های ایران در هرات، مزار شریف، قندهار و کابل نسبت به صدور ویزا برای حدود 50,000 زائر اربعین از افغانستان باعث تأخیر در سفر زیارتی آنان شده بود. تا کنون فقط 10,000 نفر از شیعیان افغانستان توانستند به زیارت اربعین مشرف شوند، در حالی که طبق سهمیه در نظر گرفته شده قرار بود تعداد 60,000 نفر در سال جاری از افغانستان به زیارت اربعین مشرف شوند. عدم همکاری دولت ایران برای صدور ویزای دوبار ورود زائران پاکستانی و افغانستانی مسئله است که همه ساله رخ می دهد و ده ها هزار نفر از شیعیان این کشور از رفتن به کربلا تا پیش از اربعین باز مانده و تعدادی از آنان نیز معمولاً با تأخیر و پس از اربعین امکان این سفر را می یابند. از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از نجف اشرف پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا، در رابطه با دلایل تأخیر در ورود زائران پاکستانی و افغانستانی اربعین لطفاً توضیح بفرمایید.
آیا افزار رضا صدای من رو داری؟ آیا افزار رضا دوستان به من اعلام کنید به اتصال برقراره یا نه؟ آیا افزار رضا؟ بنده رو دارید الان؟ بله بله الان سوال من رو متوجه شدیم آیا افزار رضا؟ بله در خدمت شما هستم. دریافت کردم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگانتون. بزرگواری بفرمایید. متاسفانه طی سالهای متمم علارغم مطالبات مکرر نهادهای مردمی و کاروانهای زیارتی در دو کشور پاکستان و افغانستان برای تسهیل سفرهای اربعینی، ما شاهد تعدد در این مشکلات و دشواری‌های پیاپی برای زوار محترم اربعین در هر دو کشور هستیم. امسال نیز اجبار شدن ورود ناوگان پاکستانی به خاک ایران و از آنجا به عراق مشکلات رو دوچندان می‌کنه، که متأسفانه شاهد چندین فقره حوادث در داخل خاک ایران و همچنین در پاکستان بودیم. مبتنی بر این است که هرچند سفرها به مرور زمان سخت‌تر میشه، توقع عزیزان پاکستانی در هر دو کشور پاکستان و عزیزان افغانستان این هست که یک کمیته‌ای تشکیل بشه، یک کمیته‌ای که واقعاً هم مقامش برای رفع مشکلات زوار پاکستانی، زوار اربعینی باشه، کما اینکه به جای اعمال قوانین سختگیرانه در صدور روادید، حمل و نقل‌ها از کشور مبدأ به کشورهای در مسیر عبور یعنی خاک ایران، بهتر استش که این مدیریت از سوی کشورهای میزبان ببیشه وقتی در حال ورود به ایران هستن انجام بشه. اگر ضعف در ناوگان هست، ضعف در حمل و نقل هستش، کشورهای میزبان باید نسبت به تأمین این نیازها اقدام بکنن تا این عزیزانی که کیلومترها بعضن بعضی از زوارهای پاکستانی از شمال پاکستان مجبور هستن هزاران کیلومتر خودشون رو برسونن به مرز پاکستان به ایران و از اونجا دوباره برن خودشون رو به مرز عراق برسونن، اگر قرار باشه این مشکلاتی که پیش رو گذاشتن دوباره در کشور میزبان تکرار بشه، خب واقعا برای اون زوار عزیز شایسته نیست این عزیزان که بتونن مشکلات رو پشت مشکلات، البته سفر اربعین و سفر آقا عبدالله شیرینیش به همین سختی هستش، ولی وقتی این مشکلات میشه در حوزه بیوروکراسی، در حوزه فنی حل و فصل بشه، پس شایسته است در سالهای آینده اجازه ندیم این عزیزان زوار که هم‌غمشون است که شب اربعین در سرزمین مقدس کربلا باشن برآورده بشه آرزوشون. بله ممنونم از همراهیتون. با تشکر از افزار رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از نجف اشرف، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.